به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزم در سرتاسر جهان. در این برنامه میخوام درباره مافیای مهاجرین افغانی صحبت کنم. در واقع یه جریانی پشت مهاجرت افغانستانی ها به ایران هست. من درباره افغانستانی هایی که اونجا کار دارن، انسان های والایی هستن، انسان های خوبی هستن، درباره اونا صحبت نمی کنم. خودم یکی از این خانواده ها در منزل، حالا میخوام بگم که ارث رسیده به ما، اونجا اسکان دارن و از این بابت خوشحالم که تونستم کمک یه خانواده جوان افغانستانی بکنم. یعنی میخوام بگم من افغانستانی ها رو دوست دارم، افغانستان هم بودم و هیچ مشکلی در رابطه با افغانستانی هایی که واجد شرایط هستن و دارن یه لقمه نون شرافتمندانه در میارن و زحمت کش هستن اصلا و ابدا، و فکر میکنم که ایران باید به اینها کمک میکرد، کمک خیلی بیشتری. خیلی وقت پیش باید بهشون هویت میداد، شناسنامه ایرانی میداد، تمام اینها. ببینیم برنامه اومدش بیرون از یکی از تحلیلگران نازنین. این برنامه اسمش است مافیای افغان در ایران. مافیای افغان در ایران. خب این برنامه رو میخوام در ادامه صحبت هم براتون پخش بکنم. حتما این برنامه رو ببینین، چون لازمه که بدونیم چه جریانهایی در کشور ما داره اتفاق میفته. و میخوام بگم شبکه نفوذ اینجا واقعا فعاله و داره تخریب میکنه. ببینین این شبکه های قاچاق افغانستانی ها به ایران، میخوام بگم اینا به یه جایی هم وصل هستن. طوری نیستش که در این مستند قشنگ توضیح میده که چه مکانیزمایی هستش، چه سیستما و در واقع چه جریاناتی هست. در صورت موضوعی که مهمه اینه که این شبکه های قاچاق وجود دارن و ما به عنوان شهروند باید مطالبه گر باشیم از مقامات خودمون که توجه بیشتری بکنن. چطور میشه که یک افغانستانی هایی که یا گروهی از افغانستانی ها که اونجا غیر قانونی هستن و کارهای غیر قانونی انجام میدن و در واقع یه مافیا تشکیل دادن، اینا رو میفرستن از مرز بیرونشون میکنن، 24 ساعت نمیگذره که دوباره اینا برگشتن. خب میخوام بگم یه چیزی سازمان دهی شده اونجا در کار هست و بهتره که عموم مردم بدونن. اما حواستون باشه که دشمنیتون نره به سمت افغانستانی های معمولی که یه کسب و کاری دارن یا در واقع در همسایگی شما هستن یا جایی هستن. اصلا این نیستش. نباید خدایی نکرده این باعث نفاق و تفرقه بین ایرانی و افغانستانی بشه. ما یکی هستیم. در گذشته افغانستان جزء ایران بودش. افغانستانی ها خواهران و برادران خونی ما هستند. از بد روزگار یک بیشورهای خرمذهبی اومدن اونجا غالب شدن و باعث مهاجرت 20 میلیون افغانستانی شدن. مگه ابتدا به ساکن چقدر افغانستان چقدر جمعیت داشت که 20 میلیونش مهاجرت کردن؟ میخوام بگم این خطره برای ایران. این برنامه رو حتما ببینین و امیدوارم، من هدفم از این که میام یه برخی از این برنامه هایی که دیگران ساختن پخش میکنم، برای اینکه اون رفته زحمت کشیده، ایشون رفته زحمت کشیده و برای اینکه مردم بدونن چی میگذره و برای خود مقامات هم هستش. و در هر صورت میخوام بگم که اون زحمات نباید هدر بره. منم اگه اینجا چند هزار تا ایرانی بتونن، چند هزار تا شهروندانمون بتونن اینا رو ببینن، این برنامه رو ببینن و حتی افغانستانی های نازنین، خب میخوام بگم که به سود و نفع همه است. ایشون زحمتش رو کشیده، منم اینجا دیگه نمیخوام برم چرخو دوباره اختراع کنم. از زحمات ایشون تشکر میکنم. اون شخصی که این برنامه رو تهیه کرده اسمش هست آقای علی فیضی، یه تحلیلگر، یه محققه. دمش گرم، دستش درد نکنه و امیدوارم که مشکلی نباشه. من برنامه‌شو اینجا پخش میکنم. ببینید من نکاتی رو دارم میخوام بگم تکمیل سخنان ایشون. ایشون زیاد به شبکه‌ها و اینا، به شبکه‌ها میپردازن ولی نمیگن که ما باید چیکار بکنیم. خب یه نکته‌ای که خیلی مهمه، مطمئن باشین که اونایی که از نیروی کار ارزون افغانستانی در ایران زندگی میکنن، اینا اصلا به همون جریان هایی که دنبال سوء استفاده هستن از مردم و ملت ها، خب باید جلوش گرفته بشه. حالا چه جوری؟ ببینین یکی از اون شبکه ها
کسانی هستن که کودکان کار رو راه اندازی کردن. ما اصلا کودکان کار در کشورمون نداشتیم. کی ما قبلا میدیدیم که یه بچه 7 8 ساله داره فال میفروشه یا داره نمیدونم شیشه ماشین رو پاک میکنه یا آدامس میفروشه تو ترافیک و تو دود و گند، و بچه 7 8 ساله که باید در خانه باشه یا در مدرسه باشه، در آغوش گرم خانوادهش باشه، داره کار میکنه و اینا هیچ کدومشون هم مدرسه نمیرن. اون مافیایی که پشت ایناست پول کلون از این بچه های کوچیک میسازه. راهش اینه که شما کمک نکنیم به این بچه ها، فال میرفوشه کمک نکنیم. من خودم گور خوردم و کمکشون کردم چون دلم به حال اون بچه سوخته، ولی اینا پولو میبرن مستقیم میدن دست اون مافیای رئیسشون. کمک نکنین. زنی رو میبینین کنار خیابون نشسته، میبینین که حالش هم خوبه، یه بچه یه کودک بدبخت بیچاره رو، یه نوزاد رو روی زانوش خوابونده، معلوم نیست که بهش داروی خواب داده چی داده، که این بچه مثل یه تیکه گوشت بی حرکت اونجا هستش و نشسته تو آفتاب دغ توی نمیدونم تونل ها. اینجا من با اینا مواجهه کردم و نشسته اونجا و در واقع وانمود میکنه که این نون نداره و بچهش گرسنه است و باید بهش کمک کنیم. من میخوام بگم که اینم مافیاست، جزو شبکن. این بچه ها غالبا بچه های خودشون نیستن، چون اگر آدم بچه خودش باشه، پاره جیگر خودش باشه، نمیاد این رفتار رو باهاش بکنه. ببرتش وسط ترافیک دود و گند، ببرتش توی پله هایی که میخوام بگم فلزی داغه و پله هایی که مرتبط میشه به مثلا مترو. من اینا رو دیدم، باهاشون صحبت کردم و با من در افتادن، یه کتک مفصل منو زدن تا 2 ماه بازوم سیاه و کبود بود، برنامه ساختم دربارش. اینا یه چنین اشخاصی هستن، اینا هم به شبکه ها وصل هستن، کمکشون نکنین. چون اون آدم، این سلیطه‌ای که من دیدم به من حمله کرد، این میتونست بره خیلی آسون و راحت میتونست بره تمیزکاری بکنه. مگه ما نکردیم؟ ما موقعی که دانشجوی بودیم تمیزکاری کردم، از نمیدونم سالمندان نگهداری کردم، همه این کارهایی که یه نون لقمه نون شرافت مندانه در کنار تحصیلاتم به دست بیارم انجام دادم در 6 سالی که تا کارشناسی ارشدمو گرفتم. خب میخوام بگم کار کردن اننگ و آر نیست. و تو ایران شما میخوای یه نفر رو بیاری که برات خونت رو تمیز کنه، باید یه هفته صبر کنی، اصلا یه جریانایی. خب میخوام بگم کار هست، منتها اینا ما تحتشون باد خورده و راهشو یاد گرفتن. و من کاری ندارم، مثلا من از این جریان کودک آزاری بسیار اذیتم میکنه که یه بچه رو به گروگان گرفته. خب به اینا کمک نکنین. راه مبارزه ما به عنوان شهروند ایناست که من دارم بهتون میگم. دیگه یه نکته دیگه اینه که دولت باید چیکار بکنه. دولت باید طالبان رو بذاره زیر فشار. الان دولت جدید اومده، آقای پزشکیان، روی سخن من با شماست، شما باید این طالبان وحشیه که تابع هیچ قانون انسانی و بشری نیستن، اینا رو بذارین زیر در واقع فشار، که اینها اون سختگیری هایی که در افغانستان ایجاد کردن که باعث مهاجرت این حجمه از افغانستانی شده، اینا در واقع متوقف بشه. این بیشورا نمیدونن که بابا یک کشور با مردمش معنا پیدا میکنه. 20 میلیون افغانستانی زدن بیرون. خب خاک الان بر سرتون طالبان، خاک الان بر سرتون. چیکار دارین میکنین؟ ملت شریف افغانستان رو فراری میدین. خب اونا باید زیر فشار گذاشته بشن تا افغانستانی ها در کشور خودشون بمونن و برای سازنده کشور خودشون در واقع قدم بردارن و گام بردارن. و اونایی هم که میان ایران، خب چیکار باید بکنین؟ یه تعدادشون الان ایرانن، اینا رو بفرستینشون تو بازار کار، یه حرفه یاد بگیرن، بهشون بگی اگه میخوای اینجا بمونی، شما خب میخوای اینجا شهروند بشی، میخوای اینجا بمونی، درست باید بمونی، خب باید بری کار کنی. میخوای بری این کارو بکنی، یه کار حرفه‌ای، مثلا جوشکاری، بفرستینش فنی حرفه‌ای، بره جوشکاری یاد بگیره، 1 ماه 2 ماه 3 ماه بیاد اونجا کار بکنه. نیروی کار احتیاج داریم و اونا هم دوست دارن که افغانستانی ها ملت زحمتکشی هستن. خب حالا اینم در رابطه با این که دولت باید چیکار بکنه، فشار بذاره روی این طالبان بیشور، بهشون بگه که این در واقع شما خودتون میخواین بمونین خودتون، یا میخواین یه ملتی باشه که شما برش بر اونها حکومت بکنین. خب بس کنین این فشارها رو و در واقع اونا رو بذاره زیر فشار و
این افغانستانی ها رو ایران باید هر کدومشون که در واقع دست از پا خطا میکنن باید یک سیستم درست حسابی باشه که اینا که برگردانده میشن کلی هم هزینه میبره برای دولت که اینا رو سوار اتوبوس بکنن ببرن اونور مرز ولشون کنن دوباره 24 ساعت بعدش دام دام جیم جیم برگشتن اومدن. خب این باید یک نظارت در واقع مفید و مؤثر اونجا باشه و کارساز باشه، اینطوری نمیشه و باید برن دنبال شبکه ها. الان تو این کلیپی که من اینجا در ادامه سخنانم میذارم برخی از این شبکه ها رو ایشون عنوان میکنه علی فیضی و در واقع ما از دولتمون از این دولت جدید میخواییم که به یه فکری به حال مهاجران افغانستانی بکنه، اوناییشون که آدمای درست حسابی هستن، آدمای خوبی هستن، زحمت کشن. خب البته ما دنبال این هستیم که افزایش جمعیت ایجاد کنیم، چه بهتر از این که افغانستانی ها از خون خودمون هستن، شهروند خودمون بشن، خواهران و برادران خودمون هستن، هویت ایرانی بهشون بدین، کاری بکنین که اینها در جامعه یه حرمتی داشته باشن، کار داشته باشن، سرگرمی داشته باشن. اینا میشن نیروی انسانی مفید برای ایران و هر موقع هم که خواستن برگردن کشورشون بشن نیروی مفید برای افغانستان، چون موفقیت و در واقع پیشرفت مردم افغانستان برای ما هم مفیده. یعنی در واقع ما تأثیرات مثبتیش رو در کشور خودمون خواهیم دید. اگر یک کشوری بغل ما باشه که مردمش بدبختن، همه نمیدونم قاچاق فروش شدن، همهشون کشت خشخاش میکنن، نمیدونم مواد مخدر رو با این چیزا سر کار دارن و در واقع رفتن تو جریانهای تروریستی، تو جریان نمیدونم تمام اینه، خب این به ضرر ماست. ما باید کمک بکنیم. ما ایران یک کشور ثروتمنده و اگر که مدیریت ثروت‌های ملیمون رو درست انجام بدیم، یعنی خودمون دزدای داخلی نداشته باشیم، شبکه نفوذ فراماسونر و صهیونیسم رو دومشون رو قیچی کنیم، شناساییشون بکنیم، اینا رو در واقع ناکارآمدشون بکنیم، خونساشون بکنیم، این کشور به این ثروتمندی ما میتونیم خیلی کارا بکنیم. خب در صورت من امیدوارم که آقای پزشکیان این برنامه رو ببینن و بدونن که تو کشور ما چه خبر. الان هممون مشغول وعده صادق دو شدیم که حتما میاد، که باید هم بیاد، مشغول این که الان آمریکا چی کار میکنه، کی میخواد انتخاب بشه، گور باباشون کی میخواد اینجا انتخاب بشه. انتخابات ما هم که تموم شد. خب در صورت باید بپردازیم به یه چیزایی که میخوام بگم این بمبی که زیر جامعه ایرانی الان هست و در هر لحظه در حال انفجار، این از میخوام بگم تلافی ما از اسرائیل مهمتره، یعنی از انتقام گیری ما از اون مهمتره، یعنی اینقدر این خطرناکتره. خب نباید یه چیزایی رو فراموش بکنیم به عنوان تحلیلگر، آنچه که در کشور خودمون داره اتفاق میفته که مثل یه بمبی است که اونجا هست داره تیک تیک میکنه، هر لحظه ممکنه منفجر بشه و باعث میخوام بگم فروپاشی از درون بشه. اون جریان صهیونیسم و فراماسونر چیکار دارن میکنن؟ توجه کنین به این موضوع. اونا هم دارن افغانستان رو میزنن زمین، کاری میکنن که افغانستان خالی بشه از سکنه و اینا رو دارن چیکار میکنن؟ میان ایران و ازشون باند مافیایی میسازن که ایران رو بزنن زمین. اونا دارن هر دو کشور رو تخریب میکنن. خب بشنوید آقای پزشکیان، خواهش میکنیم، درخواست میکنیم به عنوان شهروند لطفاً کاری در این رابطه انجام بدین. ما انتظامیمون هست، میخوام بگم سپاهمون هستش، در واقع اطلاعات سپاه هست، اینا همه این چیزا رو میدونن. خب این همه جوان داریم که بیکارن، خب بذارینشون که در واقع مدیریت بکنن این موضوع ها رو و گروه های تشکیل بدین، هسته هایی از افغانستانی هایی که در واقع هسته های کار برای نیروی کار، آموزش و پرورش بدین بهشون و اونایی هم که قرار نیست اونجا باشن اینا رو باید پس بفرستین. خب این باید مدیریت بشه. ما داریم از جریان فراماسونر داخلی، صهیونیسم داخلی داریم میخوریم. فراماسونر کجا سوار شده؟ روی دولت‌ها. تو دولت‌های ما نفوذ میکنن و صهیونیست‌ها کجا غالب شدن؟ در بازار و اقتصاد ایران. باید دوم اینا رو قیچی کنیم. اینا هم هستن که برین بگردیم ببینین که سر این مافیا کجاست، سر این داستانی که این همه مهاجر به ایران میاد و این دارن افغانستان رو خالی میکنن و ایران رو پر میکنن که ازشون شبکه مافیا بسازن، سرش اونجاست. خب در ادامه سخنان من این برنامه مافیای
افغانستان رو ببینین بدون اینکه اینجا بخواین برین با افغانستانی‌ها لج بشین و بخواین برین دنبال نمیدونم چیزایی که در واقع تبعیض هست. نه، اصلا و ابدا اونا هنوز خواهران و برادران نازنین ما هستن، به جز اوناییشون که خلافکار هستن. خب لایک و یادتون باشه پسند، اگر که برنامه رو پسندیدین به اشتراک گذاشتن و نظرتون رو بنویسین، مشاهدگر برنامه باشین، در پناه حق باشین. دور بر شما، خوش اومدید به داکودراما. این اولین باری نیست که من در مورد مسئله اتباع داخل ایران ویدیو میسازم و متاسفانه وضعیت خیلی تغییر نکرده از گذشته، از تقریبا یک سال پیش که من شروع کردم راجع به ویدیو ساختن در این موضوع. اگرچه که دولت، حالا پلیس، یه سری اقداماتی داشتن برای اخراج خیلی از این افراد، اما متاسفانه همچنان اون وروده بیشتر از خروجه و به همین خاطر من تصمیم گرفتم توی این ویدیو راجع به دو تا از شبکه‌های مافیایی افاقنه توی ایران ویدیو بسازم، چون یه سری اطلاعاتی تونستم از دل گزارش‌هایی که خبرنگارا داشتن، خیلی‌هاشون حتی رفتن گزارش میدانی تهیه کردن از وضعیت شهرهای مختلف و مناطق مرزی و اینها، یه خورده اینا آپدیت تر این اطلاعات و مفید خواهد بود. قصه به هیچ عنوان قصه اینو ندارم که مثلا ته دل شما رو خالی کنم یا بترسونم، نه، فقط اینکه ما باید آگاه باشیم که کمتر آسیب ببینیم و به هر حال این مطالبه ایه که من شهروند از دولت هم دارم، از چه میدونم قوه قضاییه، از هر کسی که مسئوله که باید رسیدگی بکنه. دو تا مافیاست، یک مافیایی که گروگانگیری میکنن و بیشتر از یکی دو مورد، یعنی اگر یکی دو مورد بود میگفتیم حالا موردیه دیگه، هر جایی هست، هر کسی میتونه تو هر کشوری ممکنه این کارو بکنه دیگه، انقدر شلوغش نکنیم. ولی مشخصه که نه، کاملا یه جریانی انگار داره شکل میگیره و هی اخبار بیشتری پیش میاد از گروگانگیری های مختلف و اخیراً هم باندی کشف شد و همه رو گرفتن که سرکردشون پرویز مافیا بود اسم مثلا اون نیکنیمش بین خلافکارا، و این خیلی داغه این خبر، مال دو سه روز پیش تقریبا. و یکی هم مافیای افغانکش، اصطلاحا اونایی که افغانها رو از لب مرز میارن داخل ایران، یعنی اون حمل و نقل این افراد در است. دو تا مافیای بسیار مهم که روی آینده من و شما یا حتی بچه هامون هم میتونه تاثیر بذاره اگر توجه نکنیم بهشون. پس تا پایان حتما همراه هم باشید. ما ایرانی ها همیشه از دهه 70-80 کلا بعد از جنگ سازندگی تو کشور شروع شد، همیشه با این مسئله مواجه بودیم. خود افغان ها حرف اشتباهی هم نمی زنن، میگن شما اون موقع که برای سازندگی کشور به نیروی کار ارزون نیاز داشتید ما رو سرتون میذاشتید، حالا که دیگه نمیخواید مثلا ما رو اخراج میکنید. درست اون موقع نیاز بود و استفاده میکردن، اما مسئله اینجاست که ما با یک شدت زیادی از افاقنه الان مواجهیم. اصلا قانونی بودن یا غیر قانونی بودنشون میره تو مرحله بعد. مرحله اول اینه که خیلی دیگه جمعیت زیاده و حالا میگم توی اون مافیای خصوصا گروگانگیری هستن کسانی که اقامت قانونی داشتن و این کارو کردن. یعنی مسئله فقط غیر قانونی نیست. درست خیلی از کسانی که اقامت قانونی دارن آدمای سالمی ان، خانواده دارن، زحمت میکشن، بهشون هم احترام میذاریم، هیچ مسئله ای هم نیست، اما این صرفاً قضیه رو حل نمیکنه. آماری که از 1401 شروع شد میگفتن روزانه 7000 نفر وارد میشه، 1402 شد روزانه 10000 نفر و الان دیگه آمار دقیقی برای 1403 فعلا اعلام نشده، ولی مطمئنن خیلی بیشتر از این حرف هاست. چیزی که افغانکش ها میگن روزانه 50 نفر هستن از ما که افغانکشی میکنن و هر کدوم از اینها تا 300 نفر رو میبرن میارن. ببینید چه عددی میتونه باشه و میانگینی که گرفتن، آماری که میگه تا 1405 اگر ادامه پیدا بکنه بالغ بر 20 میلیون نفر تبعی افغانستان تو ایران خواهند بود. و این جمعیت زیاد الان مافیای پلاستیک خیلی از شهرها دستشه، مافیای زباله، زباله گردی، کلن اون فروش این زباله دست خیلی از این افاقنه است و خیلی از محله ها هست که 12 شب به بعد عملا دست این افراده. خیلی هاشون توی شهرداری ها استخدامن، توی هتل ها، پارک ها، جاهای عمومی خیلی میبینیم اینها رو و این خیلی مسئله رو خطرناک میکنه. حالا چرا مثلا این رو میگم؟ به خاطر اینکه خیلی مربوط به مافیای گروگانگیری افاقنه. ببینید طبق اطلاعاتی که پلیس منتشر کرده راجع به این مسئله، چجوری اصلا اینها شروع به کار میکنن؟
دو تا کار اساسی رو انجام میده، اون سرکردشون، یکی مثل پرویز مافیایی، یکی مثل عبدالرحمن که باندش همین چند ماه پیش کشف شد. اینا دو تا کار رو انجام میدن، یک پیدا کردن یک باقی، یک گاراژی، بیشتر باغ که بیرون از شهر باشه، اون رو کرایه میکنن با قیمتهای بالا. همین کار رو میکنن، یعنی با بیش از دو برابر اجاره میدن که اون فرد، اون ایرانی بپذیره، قبول بکنه که باشه دیگه، من مجبورم که کنار بیام با این قضیه. و دومیش داشتن کلی نیرو که اینا صبح تا شب توی محله های مختلف اون شهر، تهران، مشهد، اصفهان، جاهای مختلف دائما در حال پرسه زنی هن. یعنی میگم همون نیروهای خدماتی که ما تو طول روز میبینیم، خیلی هاشون هم آدم های زحمتکشی هن، اون اتباع آدم های زحمتکشی هن، نون حلال میبرن، ولی به هر حال توی اونا چهار نفر هم هستن که در اصل نیروهای اون باندهای گروگانگیری هن. اینها فعلا تا اینجای کار بیشتر رفتن به سمت گروگانگیری از خود افاقنه، یعنی گزارش هایی که هست بیشتر مثلا اینها میگردن ببینن کدوم افغانستانی هست، تاجره، کارخونه داره، وضعش خوبه، میگیرنش، مثل همون باند عبدالرحمن دقیقا این کارو میکرد، چند تا تاجر رو تونسته بودن با تصادفای ساختگی گیر بندازن، طرف و سریع بدوزن ببرن توی باغهایی که داشتن، حتی آخریشو که مامورای پلیس ریختن طرفو ته چاه نگهداری میکردن. و روش اخاذی هم اینجوری بوده که از طرف فیل میگرفتن، کتک خیلی بدی بهش میزدن، و شما حساب کنید وقتی اونو برای خانواده میفرستن و خانواده صدای زجه های اون مثلا عزیزش رو که میشنوه دیگه، تا اونجا که بتونه به اینا پول میده، رقم هم بالا دیگه، مثلا 15,000 دلار و 20,000 دلار به بالا برای هر نفر. و این میگم خیلی گسترده بوده، حتی توی دولت آباد موردی بود که یک ایرانی رو اینها گروگان گرفتن، ولی خب فعلا بیشتر خود افاقنه است. اگر اینجوری پیش بره، اگر این مافیا گسترش پیدا بکنه دیگه، اون موقع ما باید بترسیم از این که خیلی عادی بشه که باندهای افغان بیان ایرانی ها رو هم مثل آب خوردن گروگانگیری بکنن. اما بیایید بریم سراغ باند پرویز مافیا که این اطلاعات دست اول و داغ‌تری رو بهمون میده. همین مرداد ماه 1403 بود که روزنامه ها منتشر کردن که آره پرویز مافیا دستگیر شده و باندش هم متلاشی شد. ماجرایی که منتج شد به این که دستگیرشون بکنن مربوط به این میشد که خب این پرویز مافیا خیلی مافیاش گسترده بوده، فقط تو ایران نبوده، تو تاجیکستان، توی پاکستان، ایران و حتی ترکیه این شبکه داشته و با لیدرهای مختلف همکاری میکرده. 4 تا تاجیکستانی کاملا قانونی میان ایران، با همین اعضای پرویز ارتباط میگیرن، میگن ما میخوایم بریم افغانستان، اینا رو میکشونن تهران، میگن شما باید چند روزی بمونید تهران تا ما با سفارت آنکارا، سفارت امریکا توی آنکارا، مثلا کارهایی که لازمه رو انجام بدیم، یه خورده طول میکشه، باید صبر کنید تا نهایتا شما رو ببریم. و تو همین مدتی که اینا تهران بودن، یه بار که قرار بوده از هتل یه ماشین بیاد دنبالشون ببرتشون حالا یه جایی، بلافاصله اینها رو میدوزن و سر از یک باقی اطراف ملارد در میارن. این باغ ملارد محل گروگانگیری پرویز بوده، همه کسانی که گروگان گرفته رو بیشتر توی اون باغه می برده. حالا ترسناکتر و مسئله دارتر اینه که فقط اون نبوده، این یکی از این 4 تا تاجیک که اسمش خسرو بود و یک صرافی داشت و ازش هم خیلی خوب بود، میگه توی اون مدت که اینا ما رو گروگان گرفتن 10 تا خونه ما عوض کردیم، تقریبا یه 2 هفته اونجا گروگان بودن، میگه 10 تا خونه عوض شد. یعنی شما ببینید اینا خیلی راحت 4 تا گروگان رو توی سطح شهر، حالا کرج، تهران، هر جا که هست بیرون شهر میچرخوندن، با ماشین میبردن این خونه اون خونه یه عوض میکردن. یعنی چقدر اینا راحته براشون این کار، چقدر دیگه عادت کردن، چقدر یاد گرفتن راهش رو. و توی این مدت به شدت اینها رو شکنجه میکردن، از خانواده هاشون نفری 15,000 دلار میخواستن و این هی ادامه پیدا میکنه. حالا خسرو اینم باز یه چیز مهمیه، میگه تا روز پنجم خیلی وحشیانه ما رو کتک میزدن، از روز پنجم به بعد میگه یه ایرانی هم اومد توی اونا، تا قبل اون 8 نفر بودن که چاقو به دست و خیلی وحشی، یه ایرانی اومد همکارشون بوده، یعنی ایرانی هم داشتن، و اون یه خورده مثلا از اونا خواست که ما رو کمتر شکنجه بدن، اجازه داد ما همون بریم، کتک ها رو کمتر کردن، ولی 2 نفر رو نگه داشتن، 2 نفر خانواده هاشون حاضر شدن پول بدن، حتی شکایتی هم نکردن. اینم باز مسئله است، یعنی انقدر اینها رو ترسونده بودن که خانواده پول میده و شکایت نمیکنه. اما 2 تا از خانواده ها پدر مادرهاشون پا میشن میان تهران و از
پلیس آگاهی تهران میخوان که مثلا رد اینا رو بگیرن دیگه. نهایتا هم پلیس موفق میشه اون ماشین پژویی که اینها رو سوار کرده بود و دزدیده بود اینها رو، اون ماشینه رو شناسایی بکنه و وقتی که پیگیری میکنه میبینه این ماشین مال یکی از بساز بفروشای تهرانه، طرف ایرانیه و اون میگه من خبری ندارم و گویا راست نمیگفته، کاری نبوده. ولی کی اون ماشین رو برداشته بوده و رفته بوده برای گروگانگیری؟ یکی از کارگرهای این فرد. اصلا بعداً مشخص میشه خیلی از اعضای باند پرویز مافیا کارگر بودن، سرایدار بودن، یعنی همون کسانی که شاید خیلی از خانواده‌ها توی تهران و شهرهای دیگه دلشون بسوزه یا هر چی بگن آقا ما به توی پولی میدیم تو بیا مثلا باغ ما رو هرس کن، بیا کارهای ما رو بکن، همونها بودن که همین کارها رو انجام میدادن و کارهای مرتبط با گروگانگیری رو انجام میدادن. ولی این خیلی شاید برای من ایرانی مثلا دغدغه نباشه، اوکی بده اینکه تو ایران این اتفاق افتاده، 4 تا تاجیک رو اینجوری گروگان گرفتن، این یعنی نقض امنیت ما دیگه. ولی جایی خیلی مسئله حساس تر میشه که مشخص شد، این اینم مال همین چند روز پیشه وقتی اخبار اینها در اومد که دستگیر شدن، 2 تا تاجر ایرانی هم اومدن و شکایت کردن، گفتن اینها بودن که 3 سال پیش ما رو گرفتن. 3 سال پیش سال 1400 این 2 تا تاجر ایرانی یه شرکت محصولات دارویی داشتن، تو دوران کرونا بوده و به هر حال اینا می‌خواستن داروهاشون رو و محصولاتشون رو به کشورهای همسایه صادرات بکنن. یه فردی به اسم حفیظ از افراد افغانستان، یعنی تو خود افغانستان بوده، به اینها ارتباط میگیره با اینها و میگه که من حاضرم 2 میلیون دلار سرمایه گذاری بکنم روی این محصولات دارویی شما، بفرستید بیاد افغانستان. دیگه اینا کلی با هم ارتباط میگیرن و اعتماد اینها رو جلب میکنه حفیظ. قرار میشه که هر 2 تا تاجر پاشن برن مشهد، حتی بلیت هواپیمای اینها به مشهد رو هم اون حفیظ میده. اینا میرن مشهد، قرار میشه که یکی از نیروهای حفیظ اینها رو تا لب مرز ببره و از مرز به اون طرف هم باز یکی دیگه میاد دنبالشون که کلن ببرتشون توی افغانستان. حالا عجیبه که چرا اینقدر پیچیدش کردن، چرا مثلا اگر اینا میخواستن قانونی کار کنن دیگه چرا مستقیم نرفتن؟ شاید به خاطر نمیدونم ارتباطات دو کشور باشه، نمیدونم واقعا، چون الان رفت آمد راحت. 1400 البته وضعیت جوری بود که خب طالبان تازه کشور رو گرفته بود، اینم میتونسته باشه البته. و وقتی که میرسن به مشهد اون نفر میاد دنبالشون که اینها رو از مرز عبور بده، یه ماشین شاسی بلند داشته، دیدید دیگه عموما هم عشق تویوتان این افغانستانیا. میگه اون فرد راننده میگه من باید از بیراهه برم شما رو ببرم افغانستان و شما باید سرتون رو کامل پایین بگیرید. چرا؟ چون بعضی از این مناطق یا داعش هست یا طالبان و اگر گیر بیفتیم هممون رو میکشن. اینا هم خب اعتماد میکنن دیگه، تا اونجا اعتماد کردن، اینجا بعدم اعتماد میکنن. نگو تو تمام این مدت که این داشته بیراهه میرفته و داشته دور میشده، یه شاسی بلندم از پشت داره اینا رو تعقیب میکنه که توی اون چند تا مرد مسلحن. دیگه اینا رو یه جا پیاده میکنه، اونا میریزن با اسلحه، اینها رو مجبور میکنن که سر و صدا نکنن، دست و پاشون رو میبندن و میبرن یه کلبه بیرون شهر. این دوتا تاجر رو توی اون 21 روزی که گروگان میگیرنشون، اینا رو هم به شدت شکنجه میکنن و دقیقا مدل اینه دیگه، یعنی هر کی رو بگیرن میزنن تا خانواده دلش بسوزه و بیاد پولو بده. و 120 هزار دلار هم برای اینها پول میخوان، البته اول 200 هزار دلار بوده ولی بعد کالا چونه میزنن و اینها سر 120 هزار دلار کوتاه میان. حالا مسئله اینه که چجوری میخوان این پول رو انتقال بدن، چون اینو هم اضافه بکنم توی این مدل باندهای مافیایی افاقنه توی ایران صرافی هام نقش دارن، بماند که بعضی وقتا با بیت کوین اینها پول جابجا میکنن، ولی حالا خیلی همه که بلد نیستن، یا قربانی یا خود گروگانگی شاید آشنا نباشه با این مسئله. در نتیجه صرافی هام این وسط نقش دارن، یه بخشی دانسته یه بخشی نادانسته. اینا ولی با هیچ صرافی گویا کار نمی‌کردن، حداقل اون تعداد از باند پرویز مافیا. قرار میشه که پول رو خانواده این دوتا تاجر بدن دست یکی از کارگرهای افغانستانی مادر بزرگ یکی از این دوتا تاجر. طرف یه مادر بزرگی داشته این تاجر، یه کارگر افغانستانی داشته. اون دوتا اون شبکه افغانستانی که اینها رو گروگان گرفته بودن، ندیده و نشناخته به طرف اعتماد میکنن، میگن باشه تو بردار پولو بیار، نده دست ایرانی ها، خودت بیار. اونم پولو میرسونه و نهایتا این دو نفر آزاد میشن بعد 21 روز 1400. 3 سال میگذره، پلیس ایران زیر و رو میکنه، پلیس اینترپل حتی میاد وسط، هیچ
تا اینکه نهایتاً خیلی اتفاقی همین چند روز پیش گویا صفحه حوادث روزنامه رو که داشتن میخوندن میبینن که آره باندی به نام پرویز مافیا متلاشی شد. گویا تو اون 21 روز که اینها گروگان بودن چند باری اسم پرویز رو شنیده بودن از اون گروگانگیرها و چهره دو نفر رو هم تشخیص میدن. دیگه این میشه که اینا میرن شکایت میکنن و البته اون پرویز رو هم اینا هم بگم گرفتن تو همون قضیه 4 تا تاجیک. وقتی که پلیس ایران ریخته بود توی مخفیگاه هم 4 تا گروگان همون 7 8 نفر اعضای باند همه رو گرفته بود، دو نفرشون رو هم با گلوله زده بودن به خاطر اینکه درگیر شده بودن، ولی پرویز رو دنبالش رفته بودن تا لب مرز چون می‌خواسته بره ترکیه و پرویز رو هم گرفته بودن. خلاص این دو تا تاجر که میان شکایت میکنن پرونده سنگین‌تر میشه و این میشه که رسانه‌های ایرانی بیشتر بهش میپردازن. شاید اگر ماجرای این دو تا تاجر نبود ما الان اسمی از پرویز مافیا و باندش نمیشنیدیم. این باید شد که یه خورد داغ‌تر بشه. حالا ببینیم این باند پرویز مافیا چه جوری کار میکرده، چه روشهایی به کار میبرده. اینا باقی که اطراف ملارد بوده رو با دو برابر قیمت اجاره کرده بودن خود پرویز در اصل و می اومده توی ایران. خیلی ها رو خواه از قبل نیشناخته دیگه، آدمی بوده که بالاخره لینک داشته بین اون افرادی که غیر قانونی اومده بودن و میرفته اون کسانی که حالا صلاح میدونسته رو به هر طریقی که بوده جذب میکرده. با دو نفرشون خبرنگار همشهری رفته مصاحبه کرده و یه چیزهایی درآورده. یکیشون یه پسر 19 ساله است به اسم بشیر. این بشیر غیر قانونی وارد ایران شده بوده، میگه من نجار بودم قبلا و توی ایران اومده بودم از طریق همون افغان کش ها، داشتم دنبال کار میگشتم و ببینم چی کار میخوام بکنم که این پرویز سر و کلش پیدا شد و گفت من تو رو میبرم سر یه کاری که 20 میلیون تومان در ماه بهت بدن. نگفت چه کاری و خب برای این 20 میلیون خیلی پول میتونست باشه، مال همین تازه است دیگه، مثلا مال چند ماه اخیره یا مثلا یک سال اخیر نهایت. و این رو میاره سر همون پرونده 4 تا تاجیک، یعنی میبره توی اون باغ ملارد، میگه تو وظیفت نگهداری از این 4 تا تاجیکه، اینا رو بهشون آب و غذا میدی و ازشون مراقبت میکنی. خود بشیر تو مصاحبهش اینجوری میگه، میگه من انقدر رفتار اینها وحشیانه بود با 4 تا گروگان که من از یه جایی به بعد نتونستم تحمل کنم، به پرویز گفتم من دیگه میخوام برم و اونها نه تنها اجازه ندادن که من برم، بلکه این حرفی که خود بشیر میگه، میگه اومدن به من تجاوز کردن. بشیر پسر 19 ساله میگه این کار رو با من کردن و از من فیلم گرفتن و گفتن یا همکاری میکنی، چون احتمالاً شک داشتن که اگر این بره ممکنه به پلیس بگه کاری بکنه، اینجوری میخواستن نگهش دارن و این فیلم شده بود یک بهونه ای که اینها نگه دارن بشیر رو. حالا نفر بعدی یه راننده 37 ساله است به اسم کریم و این آدم سالها بوده که قانونی داشته توی ایران زندگی میکرده. یعنی اینجاست که میگم غیر قانونی بودن یا قانونی بودن اقامت طرف نه که مهم نیست، خیلی هم مهمه، ولی چیزی نیست که ما بتونیم بگیم پس اگر این قانونیه پس دیگه اوکیه. نه، مسئله شدت و اون جمعیت افراد افغان هاست توی ایران. این کریم رو هم باز با پول و اینکه تو کارت خوبه رانندگیت خوبه بیا برو کار کن برای من، این رو هم میاره و میشه راننده باند اینها. چیزایی که از حرفای کریم مشخص میشه و دیگران راجع به سیستم کاری پرویز این بوده که این توی کشورهای مختلف دیگه، تاجیکستان و ترکیه و پاکستان و افغانستان و ایران، کلی آدم داشته. اینا دائم باید میگشتن توی حالا سایت های مختلف، توی اینستاگرام، توی شبکه های اجتماعی کلن افرادی رو پیدا میکردن که آیا ما میتونیم این رو به یک بهونه بکشیم تو ایران یا نه. باید اول مطمئن میشدن که طرف ازش خوبه دیگه، کسی که مثلا میخواد بره امریکا اونجا پناهندگی بگیر و زندگی بکنه پس احتمالا یه پولی داره دیگه. کسانی مدل اینها رو، حتی حرف هست که پرویز مافیا توی ترکیه هم گروگانگیری کرده بوده تو ترکیه و مسئلهش دیگه از قاچاق انسان هم گذشته بود و قاچاق مواد مخدر هم میکرده، مشخصه دیگه، از افغانستان به ایران، از ایران به ترکیه، از ترکیه به کل اروپا. و از اون حرفایی هم که خسرو گروگان تاجیک گفته که ما 10 بار خونه عوض کردیم و یک ایرانی هم اومد، مشخصه که این یه سیستم خیلی پیچیده‌ای داشته برای خودش که هر کاری میتونسته میکرده. حالا وقتی بریم سراغ مافیای دوم، مافیای افغانکش، اونجا به یه نکتهی میرسیم که یکی از دستهای پشت پرده ورود شدید افغانها به ایران اون افرادی هستن که نیاز به نیروی کار دارن. خیلی هاشون ایرانی هن، یه سری هاشون هم واسطن. احتمالش هست که یکی مثل پرویز و کلن اون باندش دیگه، اون افرادی که زیر مجموعش بودن، بخشی از این مافیای
جذب افغان ها بودن. مثلا یکی میگفت آقا من تو ایران 1000 تا نیروی کار ارزان قیمت افغان میخوام، یه نفر تو ترکیه این رو میگفته، یعنی فقط ایران هم نیست. و اینجاست که کار کسانی مثل پرویز خیلی پررنگ تر میشده. اینها میومدن افراد رو حتی رایگان میآوردن تو ایران. همه اینجوری نیستن که ابتدا پول بدن، حالا الان که این مافیا رو بگم توضیح میدم این رو، ولی یه بخششون هم هستن که اینها رو رایگان برمیدارن میارن ایران، حتی رایگان میبرن ترکیه، برای خیلی از اونها یه آرزوه دیگه. در حالی که قراره اینا بیان توی ایران یاد برن تو ترکیه کار کنن و مثلا قرضشون رو، هزینه مهاجرت غیرقانونیشون رو اینجوری پرداخت بکنن. در نتیجه این دست پشت پرده‌ای که ما هی ازش یاد میکنیم که کیان که اینجوری شدید نزدیک الان 10 میلیون، بالای 10 میلیون الان افغان تو ایران هست، کیان که اینها دارن مدیریت میکنن، یه بخشیش میتونه تو بدنی دولت باشه شاید، ولی بخش دیگه‌اش که مشخصه و گزارش و خبر هست در موردشون، اون افرادی هن که برای اقتصاد، برای تجارت، برای تولیدشون نیروی کار ارزون میخوان و اصلا کاری با این ندارن که سرنوشت کشورشون چی میشه و اصلا اهمیتی براشون نداره. احتمالاً باند پرویز برای همچین تیمی داشته کار میکرد. حالا بریم سراغ مافیای افغانکش. چیه ماجرای اون؟ کل سیستم افغانکشی تا ایران یا ترکیه اینجوری کار میکنه. اولا که اینها رو خیلی وقت دیگه از افغانستان مستقیم وارد ایران نمیکنن. تا شاید پارسال هم این کار رو انجام میدادن، این بیشتر ورودی افغانها به ایران مستقیم بود، ولی اینجوری که مشخص شده توی این چند ماه اخیر اینا یاد گرفتن راه بهترش اینه که اول ببرن تو پاکستان و بعد از پاکستان بیارن توی ایران. یه مرزی هست به اسم میلک که گویا مشترک بین ایران و پاکستان و افغانستان، خیلی راحت از اون گذرگاه افراد رو وارد میکنن. اولا که یه سرشبکه است توی افغانستان، اون میره از آدما سفارش میگیره دیگه، میگه تو میخوای ببریمت فلان جا، اینقدر باید پول بدی، آماده است، داری؟ یه لیست تهیه میکنه، سنش و چه میدونم شرایطش و پولش و همه اینا رو مینویسه، اون لیست رو میفرسته برای همکارش توی پاکستان. اون همکار پاکستان افراد رو میبینه، میگه خب پس ما برای فلان شب یه جایی میخوایم برای این تعداد، و همزمان با شوتیش، اون 405 سفیدایی که بار میبرن میارن، همزمان با شوتی خودش تو ایران هم هماهنگ میکنه. اون افراد رو، افغانها رو وارد پاکستان میکنن. خویا ورود اونها به پاکستان راحت تر از ایرانه. قبلا برعکس بود، قبلا ایران راحت تر بود، اما الان توی این چند ماه، توی این یک سال که ایران خیلی دیگه شروع کرده سخت گرفتن، خب سخت‌تر شده و برای پاکستان راحت‌تر شده. میبرن پاکستان، یک شب اونجا اقامت دارن این افراد و بعد از اون یک شب حالا قرار اینها رو بیارن توی خاک ایران. اول یه چیزی حدود 30 کیلومتر پیاده رویه و توی این پیاده روی ممکنه هر بلایی هم سرشون بیاد. حتی این رو هم بگم، توی پاکستان هم گروگانگیری اتفاق میفته، یعنی از دل اون افرادی که میخوان بیان ایران ببینن طرف پول داره، چیزی داره، آدم مهمیه، خانواده‌اش پول دارن، احتمالش هست که تو همون خاک افغانستان طرفو گروگان بگیرن. اما این 30 کیلومتر پیاده روی رو شبانه انجام میدن تا میرسن به محدوده روستای کلگان توی سیستان بلوچستان. اونجا نه خود روستا محدودش دیگه، اطرافش، نزدیکاش، اون راه بلد فردی که باهاشون اومده از پاکستان اون برمیگرده، اون راننده‌ای که دارن، اون شوتیه، میاد و اینها رو سوار میکنه. آماری که منتشر کردم توی این چند وقت اخیر، گفتم شبانه حدود 50 تا فرد هست که به عنوان راننده آدمها رو میبره میاره. همشون هم مثلا 405 نیست، حتی نفتکش گزارش شده، وانت گزارش شده. توی یکی از موارد نفتکش 40 نفر توش جاساز شده بودن، یعنی اینا هم هست. و هر کدوم از اون 50 نفر بین 30 تا 300 نفر هم آدم میبرن میارن و قیمت ها هم هول و هوش 13 میلیونه. تو گزارش ها باز بالا پایین هم بوده، ولی میانگین 13 میلیون از آدم ها میگرفتن. خود اون راننده هم برای یک شب 10 میلیون میگرفته، یعنی اگر 10 نفر 20 نفر هم ببره 10 میلیون کلن میگیره. این باید از اون روستای کلگان افراد رو بیاره سمت خاش و سرابان و اینها. مهمترین چالشی که این شوتی ها دارن، افغانکش ها بگیم بهتره، دارن برای اینکه اون افراد رو از لب مرز بیارن داخل خاک ایران، اون ایست بازرسی هاست. ماموران مرزبانی هن، پلیس هایی هن که هستن. بهترین راهی که اینها پیشبینی کردن برای حل این چالش اینه که قبل از اون شوتی اصلی، یه نفر اینها دارن با یه ماشین خیلی معمولی،
اون مسیر رو از ساعت‌ها قبل میره میاد و مطمئن میشه که ایس بازرسی‌ها، حالا یه بخشون ثابتن، پاسگاه همیشه هستن، یه بخشون هم احتمالاً متحرکن دیگه، یعنی امشب اینجاست، فردا شب ممکنه جای دیگه باشه برای اینکه بتونن کنترل بکنن. مطمئن میشه که اون شب خبری نیست و از طریق واتساپ هم میگه ما با هم در ارتباطیم، دائم برای ما گزارش میفرستن که اینجا احتمالش هست بیانا، اینجا دیگه خبری نیست، تا مسیر سالم و کلیر رو اینها پیدا میکنن. اون مسیر رو میندازه طرف شوتی و راحت اینها رو وارد خاک ایران میکنه. نهایتا هم آخرین حلقه از این زنجیره خوابگاه دارهان. پس دیدی دیگه، از لیدر شروع شد، رسید به اون کسی که اینها رو بعد از اون راه بلدی که اینها رو می آورد، نهایتا رسید به راننده افغانکش، نهایتا میرسه به این خوابگاه دار. کسانی هستند که توی روستاهای مختلف ایران یه خوابگاهی دارن، ایرانی هم هستن خیلی هاشون، و اون خوابگاه رو در اختیار این قاچاقچی ها قرار میدن که آدم ها رو بیارن یه شب، دو شب، سه شب، هر چقدر که نیازه، اینها رو نگه دارن. باید پول رو افراد از طریق رابط، خانواده، هر کسی که دارن بزنن به حساب اینها تا اجازه بدن برن توی کشور، برن توی ایران. تا وقتی پول رو ندن، قبلش هم پول نمیدن و باید بیان مستقرشن، بعد پول رو بدن. پول خورد و خوراک و خوابگاه و راننده و ماشین و همه اینها رو هم باید صاف کنن. و باز ما همچنان نقش صرافی ها رو داریم میبینیم، چون بسیاری از این پول ها از طریق صرافی ها صاف میشه. آیا صرافی ها کاملا بیخبرند، براشون مهم نیست که این پول چیه یا نه؟ میدونن و چشم‌پوشی میکنن. مهمتر از این، اینکه شبکه‌ای به این بزرگی، آخه ببینید مثلا شبیه یکی دوتا راننده و افغانکش که نیست، خیلی زیادن دیگه. وقتی 10 میلیون نفر افغانی هستن تو این دو سه سال اخیر، خیلیاشون اومدن از طریق همین ماشینا، اومدن دیگه از طریق همین افغانکشا. ببینید چه شبکه بزرگیه که اینقدر آدم رو بردن آوردن. خیلی از اینا اخراج میشن از ایران، دوباره میرن، مثلا با رقمای بالاتر تا 40 میلیون گزارش شده، میرن دوباره برمیگردن تو ایران. چه سیستمی هست که این همه راکب، این همه افغانکش رو داره مدیریت میکنه؟ یک. دو، باز توی گزارش ها هست، خود حتی افغان ها میگن زیاد پیش میاد آدمایی که اقامت غیر قانونی دارن توی ایران از طریق همین سیستم اومدن، وقتی گیر پلیس میفتن یه مدت بعد میبینیم آزاد میشن. یعنی یه کسانی هستن که نفوذ دارن توی این قضیه و میرن، نمیدونیم به چه شکلی، اما اینها رو آزاد میکنن. مورد بعدی، هول و هوش 700 هزار بچه افغان هست که پدر مادرشون غیر قانونی اومدن تو ایران و اینها دارن تحصیل میکنن تو ایران. مورد سوم، گرفتن کارت مهاجرت با رقمای خیلی کم و خیلی راحت توی اسرع وقت اینها رو براشون کارت اقامت میگیرن که بتونن تو ایران بمونن و کار کنن و زندگی بکنن. اینا همش نشون میده که یک سیستم بزرگ پشتشه. و اصلا بیایید اشاره بکنیم به صحبت های آقای فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم. میگه خود ایشون رفته بررسی کرده، صحبت کرده، میگه چیزی که من دیدم، آدم ها رو ظرف 24 ساعت میارن داخل ایران تو خوابگاه تحویل میدن، طرف ظرف 48 ساعت کار پیدا میشه براش. میگه جوون ایرانی تحصیل کرده 48 ساعت میتونه کار پیدا بکنه، طرف ظرف 48 ساعت براش کار پیدا میشه. این خیلی مسئله جدیه ها. و اینجاست که باز میرسیم به این که بخشی از این پشت پرده، من نمیگم همش، بخشیش اون افرادی هستن که نیاز به نیروی کار ارزون قیمت دارن، طرف رو نه بیمه میکنن، هیچی، هیچ مزایایی هم بهش نمیدن و طرف مجبور خیلی هم کار بکنه براش. رایگان هم آوردن، باید قرضش رو پس بده دیگه. حتی تو صحبت های آقای فلاحت پیشه میتونید برید سرچ کنید بخونید، دو تا نکته خیلی مهم رو من دیدم که الان گویا خیلی جدی تر شده. یک، میگه بسیاری از این افاقنه که تو ایران هستن، اینجوری نیست که بگیم همه دارن حقوقای پایین میگیرن، همه داره بهشون ظلم میشه، همشون فلانه. نه، آره، بخششون این اتفاقات براشون میفته و این مسئله بده. اینکه شما رعایت حقوق انسانی رو نکنی ولو اینکه غیرقانونی اومده بده و محکومه. اولا اینکه شما اصلا حق نداری آدم غیرقانونی رو به کار بگیری. دوما اگر برفرض این کار اشتباه رو کردی، دیگه نباید حقوق انسانیش رو زیر پا بذاری. این یه مسئله. ولی همه اینجوری نیستن. میگه خیلی از اینها اومدن تو ایران، توی شهرهای مختلف، جاهای مختلف، گاراژ گرفتن، رستوران گرفتن، تولیدی راه انداختن و تمام نزدیکانشون رو هم آوردن، یعنی حالت کلونی درست کردن. به خاطر همینه که میبینیم تو فلان شهر اصلا یه بازاری میشه مال افغانها، تو فلان شهر اصلا یه قسمت میفته دست اینها و مافیای پلاستیک و مافیای زباله هم الان تو بسیاری از شهرها، خصوصا تهران، میبینیم دیگه دست همین افراده. یه موردی رو هم مثال میزنه که باعث میشه خیلی جدی تر بشه. میگه من خودم دیدم که یک نظامی، احتمالاً مال
دولت قبلی افغانستان که وقتی طالبان اومد اینو فرار کردن، میگه یک نظامی اومده بود یک گاراژی رو گرفته بود، کرایه کرده بود با یه رقم بالا و تمام اون زیر دستاش رو هم آورده بود استخدام کرده بود. و من وقتی با اون صحبت کردم راجع به اینکه چجوری اینا رو آوردی، چه کارایی میکنی اینها، اون گفت که خیلی زیاد من میشناسم نظامی هایی که تو سراسر ایران پراکندن و اینجوری دارن کار میکنن. اینم باز موضوعیه که واقعا باید بهش توجه داشته باشی. حالا در پایان من دو تا از مافیاهای مهم فعلی که افغانستانی ها تو ایران دارن مدیریت میکنن و گردش مالی زیادی هم دارن رو گفتم. یه خطر بسیار بزرگی از سمت اینها و همچنان ما میدونیم بخشی از اینها هستن که پشتونن و طرفدار طالبانن، یه بخشیشون حداقل، و اونام یه خطر جدیه که از اون یه بحث دیگه است در کنار اینها. از اون طرف یه خطر دیگه هم هست که اون انفجاری که از بخشی از جامعه ایران ما داریم مشاهده میکنیم، حالا انفجار شاید نگیم، اون خشمیه که داره ایجاد میشه دیگه. تو همین مرداد ماه دو سه مورد بود که خبری شد. یکیش تو شرق تهران بود، توی یک ساختمونی یه خانومی تنها بوده، شوهرش رفته بوده ماموریت، دو سه تا از اون کارگرای ساختمون میان که از ساکنین شارژ بگیرن، به این در خونه خانم میرسن، حالا به هر دلیلی با هم جر و بحث میکنن، خانم زنگ میزنه برادر شوهرش میاد و اون با این سه تا افغانستانی درگیر میشه، حالا یا این فوش میده یا اونا فوش میدن، هر چی که بوده طرفو میکشن. و تو همین مرداد بود دیگه خبری پخش شد که تو شرق تهران چه ها داره میشه. مردم عصبانی شده بودن، مردم خونشون به جوش اومده بود، حمله میکردن به محله هایی که افغان ها هستن و چه کارهایی که ممکن بود رقم بخوره. بده، کلا خشونت به هر شکلیش بده. اینکه حالا شما برید یه جایی که خانواده هست، زن و بچه هست، بخوای خشمتو خالی کنی که خیلی بدتره، ولی اتفاقی که داره میفته توی شهرهای مختلف بارها این رو دیدیم. تو استان فارس بود همین چند وقت پیش، یه نفر توی رستوران شاگردش این طرفو میکشه، یعنی افغان بوده شاگرده سابکارش ساب رستوران رو میکشه تو فارس، و باز هم شاهد شورش مردم بودیم تو اون بخش. باز این خبر هم مال همین چند وقت پیشه که خود پلیس گفت حدود 10 تا از افغانستانی هایی که اتهامشون چاقو کشی تو جاده های ایران بوده رو دستگیر کردن. به موارد زیاد، یه گل فروشی بود که صاحبش چه میدونم به یه دختر ایرانی تعرض کرده بود، دوباره مردم ریخته بودن، یعنی این چرخه هی قرار احتمالا ادامه پیدا بکنه. من یادم دهه 90 هم باز همچین چیزایی ما میشنیدیم، تو یزد یادم همچین چیزی رقم خورده بود، ولی الان سرعتشون زیاد و فاصله ها کوتاه شده. این ترس بزرگه. من نمیخوام بگم مردم ما کارشون درسته، آدم باید خودش رو کنترل کنه، ولی ناگزیری آقا دیگه خونت به جوش میاد وقتی میبینی دولت یه وقتی انگار بیتوجهه. دیدیم که دولت همه جاهایی داره کمک میکنه که اینها برن، من زیاد دیدم تو جای مختلف میان گوشی این افراد رو میگیرن بررسی میکنن، اوکی خوبه اینها، ولی نتیجه رو ما کار داریم دیگه. آیا شما میتونید این جمعیت زیاد رو بفرستید برن و نهایتا کاملا مدیریت شده آدم ها رو بیارید، اگر قراره بیاری؟ ما نمیگیم مهاجر نباشه، یه چیز انسانی و درستیه، ولی حساب شده و قابل کنترل دیگه، نه اینکه دیمی. این الان مسائلی که میتونه رو مردم تاثیر بذاره، یعنی فقط از سمت افغان ها نیست، از سمت ایرانی ها میتونه باعث گسترش خشونت بشه. در نتیجه توی این روزها به شدت باید نگران این مسئله باشیم، باید به عنوان شهروند حق داریم واقعا مطالبه گر باشیم که آقا یه کاری بکنید دیگه. پس چی داره میشه الان؟ دیوار مرزی ساختن، الان فیلم پخش شده، خیلی راحت از دیوار میکشن بالا میافتن اونور. خب مرسی که دیوار میسازید، خوبه ممنون، ولی دیواری که بتونن ازش رچند و بعدش هیچ نظارتی نباشه، خب آخه اون چه فایده ای داره؟ میدونید یعنی یه خورده واقعا اصولی تر باید این مسئله بررسی بشه، و به امید اینکه یه روزی چشم باز کنیم ببینیم اوضاع بهتر شده، مردم واقعا نگرانن و حق هم دارن. خب آقا کشورشون رو دوست دارن دیگه، مگه بده همچین نگرانی؟ بعضیا نمیدونم میگن اینا فاشیستن فلانن، اینا به اونا میگن افغان مال. حالا نه اونا افغان مالن نه اینا فاشیستن، آقا هر دو طیف انسانیت رو قبول دارن، کشورشون هم دوست دارن، ولی ما برامون مهم این مسئله و باید پیگیری بکنیم، باید مطالبه گر باشیم. مرسی تا پایان همراه هم بودید. بدرود، پاینده ایران بزرگ.